آشنایی با تنظیمات رسانه و پیونده یک تا وارد قسمت تنظیمات رسانه شوید تا این گزینه ها را مشاهده کنید اندازه تصویر هنگامی که تصویری را در محتوای نوشته خود قرار می دهید سه اندازه پیشفرض می توانید برای آن انتخاب کنید که وردپرس به صورت اتوماتیک آن را به صورت آن اندازه به نمایش می گذارد. در این قسمت مشخص می کنید که حد اکثر اندازه تصاویر در سه سطح بندنگشتی میانه و بزرگ چقدر باید باشد. در حال بارگذاری پرونده ها به صورت پیشفرز وردپرس، اکس ها و فایل هایی را که شما در محتوا قرار می دهید، و یا آپلود می کنید در پوشه WP Content او راپلود قرار می دهد. با انتخاب گزینه پرونده ها را ماهانه و سالانه ساماندهی کن. در صورتی که عکسی یا فایلی را آپلود کنید، وردپرس ابتدا تاریخ را نگاه می کند. برای مثال سال 2011 ماه دوم. در نتیجه در صورتی که پوشه با عنوان 2011 ساخته نشده باشد، ابتدا آن را ایجاد می کند. در داخل آن یک پوشه به نام صفر ایجاد می کند. در نتیجه هر مطلبی که شما در این ماه بنویسید و در آن عکسی قرار دهید، یعنی عکسی آپلود کنید، به صورت اتوماتیک به این پوشه انتقال پیدا می کند. اما مزیتی که دارد این است که امکان کپی کردن، خواندن و به خاطر سپردن آن راحت است. با انتخاب گزینه روز و نام به عنوان پیوند یکتا، لینک مطالب بر اساس تاریخ انتشار یعنی روز ماه سال به همراه عنوان پستی ایجاد می شود. ساختار این پیوند را نیز در اینجا مشاهده می کنید. ایجاد یک پست جدید و قالب بندی آن ابتدا ایجاد یک پست را توضیح می دهیم. هرچند داشتن محتوای مناسب نشانگر یک بلاگر خوب است، اما همه چیز نیست. چیدمان مطالب و ساختار نوشته شما نیز در این مسئله تأثیر گذار است. قرار دادن تصویر در متن یک مطلب خوب از متن تشکیل شده است و شما در فیلم های قبل یاد گرفتید چطور متن خود را به خوبی قالب بندی کنید اما مطالب یک وبلاگ تنها محدود به متن نمی شود شما می توانید به راحتی تصویر، فیلم، فایل صوتی، پی دی اف و انواع مختلف مدیا را به متن خود اضافه کنید. برای این منظور کافی از بخش افزودن پرونده چند رسانه ای استفاده کنید. حال قرار دادن عکس در نوشته را شرح می دهیم. وارد قسمت افزودن نوشته ها شوید و گزینه متن را انتخاب کنید. افزودن چند رسانه ای را انتخاب کنید. در سربرگ بارگذاری پرونده ها می توانید فایل مورد نظر را درک کنید. و در این قسمت قرار دهید و یا گزینش پرونده را انتخاب کنید و فایلی را برگزینید. با انتخاب فایل به قسمت کتابخانه پرونده های چند رسانه ای منتقل می شوید.